و حاضرین در جلسه اگورا و کسانی که برنامه اگورا رو دنبال میکنن در نقاط دیگه دنیا و به دنبال بحثایی که در مورد یونان و روم باستان داشتیم، جلسه امروز هم در مورد اپیکور و اپیکوریان خواهد بود. اپیکور فیلسوف خیلی خاصی هست در میان فلاسفه دیگه که ما تا حالا دربارشون صحبت کردیم، مثل افلاطون و ارسطو و سقراط و رواقیون و دیگران و حتی نو افلاطونی ها. چند دلیل داره، حتی اسم خود اپیکور، یعنی اپیکوروس، هم یک نام یونانی خیلی عامی نبوده، نه تنها فلسفهش خیلی عام نبوده بلکه اسم خودش هم خیلی عام نبوده. نکته دیگه این نیست که اپیکور آتنی بود ولی در آتن متولد نشده بود، برخلاف مثلا افلاطون، یعنی در جزیره ساموس متولد شده بود و فقط در سن 18 سالگی است که میره و در آتن مستقر میشه. و یکی از شاگردان خیلی معروفش به نام دیوژن لائرسیسیوس که نویسنده قرن سوم بعد از میلاد هستش، او طبق گفته او میگه که اپیکور در حدود 300 عنوان فقط کتاب چاپ داشته و رساله خیلی معروفی به نام در باب طبیعت که متشکل از 37 کتاب بوده و ما همه این آثار رو از دست دادیم. یعنی آن چیزی که از اپیکور برای ما مدرن ها باقی مونده فقط چند نامه هست، از جمله یکی از نامه هایی که نامه به منسیوس بود که من برای شما فرستادم که بخونین، و یک سری کلمات قصار که ما از اپیکور داریم. البته ناگفته نماند که اپیکور بعد از مرگش، هم در زمان حیاتش و هم بعد از مرگش، طرفداران بسیار زیادی در اطراف دریای مدیترانه داشت و به ویژه در روم، و معروفترین شاگردانش یا طرفدارانش فیلسوفی بود به نام لوکرسیوس که رساله معروفی به راتین داره به نام دره روم ناتورا، که لوکرسیوس هم از کسانی است، از کلاسیکایی هستش که آثارشو امروزه در دانشگاه‌های بزرگ دنیا، معتبر دنیا، میخونن و درس میدن. حالا برسیم به پرسش اصلی اپیکور و از اونجا شروع بکنیم. من قبل از که به پرسش خود اپیکور برسم، میخواستم که بعد از این چند جلسه که داشتیم در مورد روم و یونان، این مقداری در مقایسه کنم بین پرسشی که مدرن ها مطرح میکنن در زمینه فلسفه و دین و هنر و سیاست و قدما در واقع مطرح میکنن، و این تفاوت بین قدما و متجددین رو به نوعی بیام مطرح بکنیم. ببینیم پرسشی که اساسا ما مدرن ها به مدت، میتونم بگم در حدود 300-400 ساله که مطرح میکنیم، حتی در قرن 21 هم کماکان مطرح میکنیم، همون سه پرسش معروف کانت هست. یعنی مسئله ما چه میدانمه؟ حالا این چه میدانم و علم مدرن مطرح میکنه، فلسفه مدرن مطرح میکنه یا هنر مدرن مطرح میکنه. بعد مسئله این که چه باید بکنمه که مسئله اخلاقه که کانت مطرح میکنه، ولی کماکان مسئله ایست که بر ما مطرح هستش، در سیاست هم مطرح هستش، و بالاخره مسئله به چه چیزی میتوانم امید داشته باشم، که این هم با سوال سوم کانته، که خب طبیعتاً همونطور که میتونین حدس بزنین مسئلهش مسئله به هر حال رستگاریه، مسئله زندگی بعد از مرگ، مسئلهش مسئله دینه. برای قدما این پرسش ها به این گونه مطرح نمی شدن. یعنی چی؟ یعنی که ما در برای سقراط، افلاطون، ارسطو، رواقیون، نو افلاطونی ها و اپیکور و اپیکوری ها، پرسش هایی که مطرح می شده این چنین بودن، مثلا غایت طبیعی هر موجود چیست؟ وقتی ما داریم درباره، و اینو اتفاقا شما به خوبی در فیزیک ارسطو میبینید دیگه،
شما وقتی دارین در مورد یک سنگ صحبت میکنید، غایت طبیعی این سنگ چیست؟ غایت طبیعی یک پر چیست؟ غایت طبیعی سیارات چیست؟ و بالاخره غایت طبیعی انسان چیست؟ بحث دیگه ای که اصولا قدما میکنم و اپیکور هم مطرح میکنه، چگونه میشه این غایت رو به بهترین وجه به تحقق رسوند؟ باز این یکی از نکاتی است که برای قدما خیلی مهمه، ولی برای ما دیگه مهم نیست. و به خاطر همینه که شما میبینید که اکثر فلاسفه‌ای که ما تا حالا دربارشون صحبت کردیم که مال فلسفه یونان و روم باستان هستن، درباره مسئله فرزانگی و فضیلت صحبت میکنن، چون مسئلهشون مسئله بهترین غایت یا بهترین نوع به تحقق رسوندن این غایت هستش. و بالاخره غایت اصلی زندگی انسان ها چیست؟ یعنی همون مسئله است که ارسطو در ابتدای کتاب سیاست هم میگه انسان یک حیوان سیاسی است، یعنی انسانی است که باید با انسان‌های دیگه زندگی بکنه، انسانی است که باید دوستی مدنی داشته باشه، انسانی است که باید به بهترین وجه به خیر والا برسه، برترین خیر برسه. و اینو خب برترین خیر رو شما میبینین که خیر برتر رو در واقع میبینین که تمام فلاسفه دیگه هم مطرح میکنم. پس اینجا کماکان ما میبینیم که یک تفاوتی بین سوال پرسش های مدرن و پرسش های قدما یا عهد عتیق وجود داره. دقیقا برای اپیکور هم همینطوره. اپیکور در نامه‌ای که به منسئوس مینویسه، که جو در واقع ما قرار بود امروز اینو بحث کنیم، میگه که در پاسخ به این سوالات میگه که انسان‌ها در خوشبختی همه چیز رو به دست می‌آورند و اگر خوشبخت نباشند همه کار انجام میدن تا به سعادت دست بیابند. پس موضوع اصلی که اون غایت اصلی که ما میبینیم که مثلا فرض کنین که برای ارسطو در دولت شهر مطرح میشه و مسئله اخلاق و سیاست رو توأم با هم میبینه و اینکه انسان نیک و شهروند نیک با هم دیگه یکسان هستن، برای اپیکور چنین چیزی نیست. برای اپیکور مسئله مهم مسئله خوشبختی است، خوشبختی حالا فردی یا جمعی، ولی برای خوشبخت بودن. یعنی آن چیزی که او رد میکنه، ترد میکنه، کنار میذاره، مسئله خوشبخت نبودنه. حالا بیایم ببینیم خوشبختی از نظر او چیست. او میگه خوشبختی لذت. کلمه هم که استفاده میکنه به کلمه یونانی هدونه، HDDON، همین کلمه‌ای که ما ازش کلمه هدونیستیک رو امروزه داریم در زبانهای مختلف فرانسه، انگلیسی. این کلمه اصلش کلمه یونانیست و او هم استفاده میکنه. ما امروزه وقتی میگیم هدونیزم، ما منظورم لذتگرایی است، یه لذتجویی است. و فلسفه اپیکور رو ما فلسفه لذتجویی یا هدونیستیک اصولا میشناسیم. چنین چیزی رو شما در مورد نه افلاطون میتونید بگید، نه ارسطو میتونید بگید، نه رواقیون میتونید بگید، نه فلوتین میتونید بگید. هیچ کدوم از اون فیلسوفان هدونیستیک نیستن در واقع، حالا ایدالیستن یا هر چیز دیگه، ولی میتونین که برای هدونیستیک نیستن. حالا بیایم ببینیم منظور اپیکور از لذت بردن چیست، چون این موضوع خیلی پیچیده‌ایه و میشه که خیلی به راحتی نسبت بهش اشتباه کرد. اپیکور در به وضوح به این موضوع اشاره میکنه که منظور از لذت جویی عیش و نوش نیست. منظور از لذتجویی میخوارگی نیست. منظور از لذتجویی لذت‌های جنسی نیست. درست خلاف اون چیزایی که ما امروز در قرن 21 فکر می‌کنیم. یعنی وقتی که ما میگیم که ما می‌خوایم لذت ببریم، اولین پرسشی که از یک انسان قرن 21 از شما میشه اینیست که خب تو می‌خوای بری بیرون، میخوای مثلا سکس داشته باشی، میخوای بری رستوران، یا مثلا چجوری چه لذتی میخوای بری. این اولین چیز اموری است که به ذهن ما میاد. خب دقیقا برای اپیکور و اپیکوریات عکس اینه. یعنی لذت برای آنها در نبود درد جسمانی است.
اون چیزیست که او بهش میگه اپونیا به یونانی، اپونیا. اینجا ایش هم در واقع پریواتیره، یعنی منفیش میکنه، و یعنی درد جسمانی. اپونیا یعنی درد جسمانی، و آتاراکسیا یعنی درد روحی. بنابراین لذت در نبود درد روحی و درد جسمانی است، در نبود اپونیا و آتاراکسیا هستش. و به خاطر همین هم هستش که همونطور که میبینید به صورت منفی داره مطرح میشه، در نبود داره مطرح میشه. به خاطر همین هم مفسران اپیکور آمدن و از او به صورت این فیلسوفی صحبت میکنن که لذتگرایی رو در نوع سلبیش میاد مطرح میکنه، نه در نوع مثبتش، بلکه در نوع منفی و سلبیش. یعنی میاد میگه که لذت جویی یا لذتگرایی عبارت از چیزی که نیست، یعنی دردی که نیست، درسته، نه چیزی که هست. خب شاید به خاطر همین خیلی ها که بعدها آمدن و در مورد اپیکور و اپیکوریان صحبت کردن اعتقاد دارن که لذتگرایی یا لذتجویی که اونها ازش صحبت میکنن خیلی سخته، از نوع سخته و ریاضت کشه. و حتی فیلسوف آمریکایی جورج سانتایانا که میشناسینش اپیکور رو به عنوان یک مرتاض کاملی معرفی میکنه که از زندگی بیزار بوده، دقیقا به خاطر همین نوع سلبی لذتگرایی میاد و این حرف رو میزنن. خب شاید دلیل اصلی این موضوع این باشه که اپیکور و اپیکوریا وقتی دارن درباره لذتجویی و لذتگرایی صحبت میکنن حد وسطی برای اونها میان لذت و درد نیست، یعنی در دو قطب کاملا متفاوت و کامل این دوتا رو با هم مقایسه میکنن. یک سوی قطب درد کامل، یک سوی قطب لذت کامل هستش، و لذت یعنی نبود درد دیگه. خب طبیعتا اینجا ما میایم و میبینیم که اپیکور داره در مورد لذت استاتیک صحبت میکنه، یعنی بی حرکت، نه لذت کینتیک یعنی با حرکت یا در حرکت. لذت برای او در نبود درده، ولی یک امر کاملا بی حرکته، یعنی درش هیچ حرکتی صورت نمیگیره. در صورت که وقتی ما داریم در مورد لذت جنسی صحبت میکنیم، لذت عیش و نوش صحبت میکنیم، لذت میخوارگی صحبت میکنیم، هرچی از این و لذت های نوع دیگه، ما داریم در مورد لذت کینتیک صحبت میکنیم، یعنی لذت هایی که در حرکت هستن و برای اپیکور و اپیکوروی اصلا مطرح نیست. خب چون این لذت استاتیکه و این لذت کامله و این لذت در واقع در یک قطب کامل قرار میگیره، اپیکور میگه که این لذت نیکیست، خوبیست، نیکیست، و درد شره. یعنی باز اینجا میاد و شر و درد و لذت و نیکی رو در مقابل هم قرار میده، یعنی در واقع نیکی و بدی رو، ولی از اون طرف لذت و درد رو در مقابل هم دیگه قرار میده. و اینجا برخلاف افلاطون و ارسطو ما میایم میبینیم که برای اپیکور لذت دارای یک محتوای اخلاقی است، در صورتی که چنین چیزی در افلاطون اصلا نیست. در شما در مکالمات افلاطون، یکی از مکالماتش اتفاقا اصلا درباره لذت هستش. افلاطون کاملا مخالف این است که بیاد و بگه که لذت یک امر اخلاقی هستش. حالا اگر خوشبختی در امر لذت بردن هستش، چگونه باید به این لذت دست پیدا کرد؟ چگونه باید به این نبود درد جسمانی و درد روحی رسید؟ خب پاسخ اپیکور مشخصه و اتفاقا در همین نامه به منسئوس کاملا میگه، میگه از طریق فلسفه. اپیکور میگه از طریق فلسفه. فلسفه تنها طریقه ایست که ما میتونیم به خوشبختی بهش دست برسیم،
و چون خوشبختی همون لذته، بنابراین فلسفه به ما این لذت رو میده، این لذت اخلاقی رو میده. در همین نامه میاد و این در پاراگراف اولش این مطلب رو مطرح میکنه که خیلی جالبه، میگه فلسفه برای همگان و همه سنینه، یعنی برای آدم های مسن، برای آدم های جوان هم هست، فلسفه برای هم هست. و این جمله رو به این صورت به کار میبره که میگه که اگر ما بیایم بگیم که فصل فلسفه هنوز نرسیده، مثل این است که بیایم بگیم که فصل خوشبختی هنوز نرسیده، یادتون باشه بر کسانی که این نامه رو خوندن. و به خاطر همین میگه که فلسفه یک امر ضروری است، برای همه ضروری است. چرا؟ چون فلسفه دوای روحه، از نظر اپیکور دوای روحه، علاج میده روح. و فلسفه به ما اجازه میده که ما به اختلالات روحیمون، حالا اختلالات روحی رو همه نو بدونید دیگه از نظر اپیکور، اختلالات روحیمون پایان بدیم و به یک صلح درونی برسیم. باز اینجا یه نکته ما یکمی عرفانی داریم در واقع، یا میتونیم بگیم یکمی شرقی داریم، که این صلح درونی به هر حال شما در ادیان شرقی مثل بودیسم و هندویسم اینا میبینید که براشون مهمه و برای اپیکور هم اینجا مهم هستش. چرا این نکته رو میگه؟ حالا یه نکته دیگه از نظر فلسفی خیلی مهم هستش، میبینیم ما نکات رو دونه دونه داریم بهش میرسیم، و اون این نکته رو میگه که اینجا اتفاقا اپیکور متفاوته با خیلی های دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر او جسم و روح یکی هستن، متفاوت نیستن. تمام فلاسفه عهد عتیقی که ما تا همین امروز با همدیگه خوندیم، تمامشون بلا استثناء جسم و روح از همدیگه متفاوت میدونستن. افلاطون، ارسطو، فلوتین، رواقیون، بلا استثناء همشون جسم و روح از همدیگه متفاوت میدونستن. اپیکور تنها فیلسوفی است که جسم و روح یکی میدونه و اعتقاد داره که جسم و روح هر دو مادی هستن. فقط جسم مادی نیست، روح هم مادی هستش. و به خاطر اینکه جسم و روح هر دو مادی هستن، جسم و روح هر دو با هم از بین میرن. یعنی وقتی جسم از بین میره، روح هم از بین میره. بنابراین چیزی به نام نفس و روح بعد از مرگ وجود نداره، که حالا در ادیان بعضی از ادیان هم میان دربارش صحبت میکنن. اینجا برخلاف افلاطون، ولی برخلاف بعضی از مدرن ها مثل دکارت حتی، شما میبینید که ثنویتی بین جسم و روح نیست، چون دکارت هم به ثنویت بین جسم و روح اعتقاد داره، و یا افلاطون مثلا بین دنیای حسی و دنیای عقلی تفاوت میذاره، یا دنیای مادی و دنیای مسل. در واقع چنین چیزی باز برای اپیکور وجود نداره. هر دوشون، باز تکرار میکنم که مادی هستن. یعنی چی مادی هستن؟ یعنی دوچار کون و فساد میشن، دوچار تغییر میشن، فاسد میشن و از بین میرن. هر چیزی که دوچار کون و فساد بشه، هر چیزی که دوچار تغییر بشه، میتونه از بینم بره. بنابراین فانیست. بنابراین جسم و روح از نظر او هر دو فانی هستن. خب اگر چنین چیزی هست، یکی از نکاتی که در فلسفه اپیکور هم تو که خوندید کلیدی هستش، بعد از اینکه میاد مسئله جسم و روح مطرح میکنه، بعد از اینکه مسئله لذت جویی رو مطرح میکنه، بعد از اینکه مسئله ضرورت فلسفه رو مطرح میکنه، مسئله مرگ. مسئله مرگ، مرگ پایان جسم و روحه از نظر اپیکور. و چون پایان هستش، اپیکور در همین نامه و در نامه های دیگه که بر ما باقی مونده میگه که ترسی از مرگ نباید داشت، واهمه از مرگ نباید داشت. واهمه داشتن، ترس داشتن، هراس داشتن از مرگ بی‌معنا و بی جهت هستش، بچگانه است، نپخته است. و چرا؟ به خاطر اینکه اپیکور این جمله معروف میگه که اتفاقا شما در میون فلسفه مدرن و پست مدرن میبینی خیلی تکرار میکنن، تا من هستم مرگ نیست، وقتی مرگ هست من نیستم. بنابراین من و مرگ تکلیفمون با همدیگه روشنه، و من چرا باید چیزی با وحشت داشته باشم که وقتی اون هست من نیستم؟
چون من که دیگه نیستم که باید ازش واهمه داشته باشم. و اینجا اپیکور کاملا مشخص میکنه قبل از مسیحیت که اعتقادی به زندگی بعد از مرگ نداره و فلسفه اپیکوری که بعد از اپیکور آمدن هیچ کدوم اعتقادی به زندگی بعد از مرگ ندارن و معتقدن که مرگ رو نمیشه تجربه کرد، چون وقتی مرگ میاد ما دیگه نیستیم که اونو تجربه بکنیم. بنابراین تکلیفشو با زندگی روشن میکنه وقتی که تکلیفشو با مرگ روشن میکنه. از چه نظر؟ میگه که پس ما همیشه در حال زندگی میکنیم و ما برای زندگی زندگی میکنیم و ما میبایستی که خوب و خوش زندگی بکنیم و خوشبختیمونو ما فقط در همین حال و در همین زندگی که داریم میکنیم، زنده بودن، میتونیم به دست بیاریم و تا اونجا که میتونیم باید که درد جسمانیمونو و روحیمونو کم بکنیم. خب اینجا بازی نکته دیگه پیش میاد. او اعتقاد داره که انسان نباید که فکر کنه که زندگی فقط هدیه خدایان هستش. او با این موضوع مخالفه و فکر کنه که به زندگیش نباید پایان بده برای اینکه زندگی هدیه خدایان هست، چون خدایان به او اینو دادن، بنابراین او هم اجازه این که زندگیشو پایان بده نداره. در صورت که اپیکور اعتقاد داره که زندگی رو خدایان ندادن، زندگی مال خود انسان هاست، بنابراین انسان ها هر موقع بخوان میتونن به زندگیشون پایان بدن و هیچ گونه ربط و ضبطی میان انسان ها و خدایان نمیبینه. باز اینجا یه تفاوت های خیلی اساسی با فلسفه دیگه هستش که ما تا به حال دربارشون صحبت کردیم. چرا اینو نمیبینه؟ نمیگه خدایان وجود ندارن، توجه بکنید او نمیگوید که خدایان وجود نداره، او میگه انسان ها و خدایان به هم دیگه هیچ ربطی ندارن و انسان ها دنبال روی خدایان نباید باشن، باید بذارن خدایان کار خودشون بکنن. چرا؟ برای اینکه میگه که خدایان، انسان ها در زمان زندگی میکنن، خدایان در زمان زندگی نمیکنن، در مکان زندگی نمیکنن، خارج از زمان، چون ابدی ان. درسته؟ انسان ها ابدی نیستن، انسان ها فانی ان، میمیرن. و اینجا موضوعی که میاد و اپیکور مطرح میکنه که به نظر من موضوع خیلی خیلی جالبی است و اتفاقا نقش فلسفه خیلی مهم میشه، اینیست که موضوع خودکفایی رو مطرح میکنه و میاد میگه که خدایان چون خارج از زمان و مکان زندگی میکنن خودکفا هستن و به ما انسانها احتیاج ندارن. درسته؟ و کلمه اوتارکیا رو به کار میبره که ما کلمه اوتارسی رو ازش داریم، یا اوتارکی، اوتارسیک، که امروزه در خیلی چیزها اقتصاد و سیاست و اینا به کار میبریم، یعنی همین کلمه خودکفایی. در واقع او میگه خدایان به ما محتاج نیستن، خدایان خودکفا هستن و چون خودکفا هستن بنابراین انسان هم نباید دنبال خدایان باشن، چون اونا در واقع کارشون از ما جداست و شاید به همین دلیل چون هیچ ربطی از نظر فیزیکی هم و میان ما و خدایان نیست، بنابراین ترس از خدایان هم بی‌معناست. نه تنها ما از مرگ نباید بترسیم، ما از خدایان هم نباید بترسیم و باید که به جای اینکه ما به دنبال خدایان هستیم باید در مورد خودمون فکر بکنیم به عنوان انسان و چگونه به دنبال خوشبختی و سعادت خودمون باشیم جدای از خدایان. پس جستجوی لذت، برمیگردیم به نقطه اول، جستجوی لذت یک امری فقط انسانی است، چون خدایان احتیاجی به لذت ندارن، یک امری کاملا انسانی است و ما به عنوان انسان هست که در جستجوی لذت هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما نمیخواهیم که رنج ببریم و چون رنج میبریم به عنوان انسان میخواهیم که به رنجمون پایان بدیم. متوجه شدی؟ این یه نکته خیلی حساسی است که اپیکور داره مطرح میکنه. ببین ما رو چقدر به بودیزم نزدیک میکنه. میگه چون انسان‌ها موجوداتی هستند برخلاف خدایان که رنج میبرن، انسان ها میخواهند که این رنج و درد رو پایان بدن.
و معتقد هستن که خوشبختیشون در نبود این درد و رنج هستش. درسته؟ پس همه چی برمیگرده به این که ما کی هستیم و ما چگونه باید که با اون موجودیتی که داریم و با اون وضعیتی که داریم از نظر فیزیکی ولی ضمناً هستی شناختیم کنار بیایم و بتونیم که به نوعی خودمون رو خودکفا بکنیم. حالا اینجا باز یه نکته خیلی جالب به نظر من اومد. همونطور که گفتم اپیکور بین خدایان و انسان ها متفاوت کامل قائل میشه. چرا؟ برای اینکه میگه که خدایان خودکفان، انسان ها نیستن، ولی نمیگه که انسان ها نمیتونن خودکفا بشن. اتفاقا برعکس میگه انسان ها میتونن مثل خدایان بشن. ولی چگونه میتونن مثل خدایان بشن؟ چگونه میتونن؟ این یک تواناییست از نظر او، یه پتانسیله. این توانایی رو چگونه میتونن به دست بیارن؟ فقط از طریق فرزانگی، فقط با فرزانه شدن و فقط از طریق فلسفه است از نظر اپیکور. چون اپیکور اعتقاد داره که فقط فلسفه ما رو به فرزانگی میرسونه و فقط در فرزانگی است که ما میتونیم مثل خدایان خودکفا بشیم. یعنی چی؟ یعنی که ما احتیاج به دیگران نداشته باشیم، یعنی که ما از دیگران نتونن ما رو رنج بدن، دیگران نباید که در واقع سوژه چگونه موضوع لذت جویی ما باشن. درسته؟ حالا یعنی ما خیلی راحت میتونیم الان بفهمیم که منظورش چیه. یعنی که ما در عشق وقتی ما عاشق میشیم دردم میکشیم. از نظر اپیکور اصلا نباید عاشق شو، برای به خاطر اینکه یک نوع از دست دادن خودکفایی است و ما با دست دادن خودکفاییم خودمون رو به نوعی در اختیار دیگری میذاریم. حالا او به جای عشق، حالا من میرسیم به این، او به جای عشق مسئله دوستی رو مطرح میکنه. یعنی کلمه اروس رو میذاره کاملا کنار، کلمه فیلیا رو به کار میبره که اتفاقا خیلی جالبه. بعدها در قرن بیستم، البته مسیحیت هم میاد این بحثا رو میکنه، در قرن بیستم این بحث رو یه آدمی مثل مارتین لوتر کینگ میاد میکنه. مثلا فرض کنید میدونی طبقه بندی که میکنه، باز این تفاوت رو بین ایروس و فیلیا قرار میده و یه نوع سومش که مسیحیت درباره صحبت میکنه به نام آگاپه، اونو میاره مطرح میکنه. یعنی یه عشق کاملا بی‌نظر و اینکه شما یکی رو دوست دارید، براش یه کاری میکنید ولی انتظار نداری که اون کسی براتون این کارو بکنه. در اپیکور ما این نوع سومو نداریم، ولی او دوستی رو به جای عشق میذاره. چرا؟ چون قرارم نیست که ما لذت جنسی ببریم در میان اپیکوری ها. حالا شما ممکنه فکر کنین که خب این زندگی خیلی سخت و پرریاضتی خواهد بود و خیلی خوش نمیگذره، چون نه میخوارگی هستش نه لذت جنسی، پس خب چیکار باید کرد؟ حوصله آدم ممکن سر بره. ولی عملا اونها اعتقاد دارن که تمام زندگی رو خب شما در فلسفیدن میگذارید دیگه، یعنی دارین میآموزید، فلسفه کار میکنین برای اینکه فرزانه بشید، برای اینکه از طریق فرزانگی بتونید مثل خدایان خودکفا بشید. حالا خب ولی ضمناً یک کانسپت دیگه، یک مفهوم دیگه که اتفاقا ارسطو خیلی استفاده میکنه که فرونسیس باشه، یعنی همون احتیاط، اپیکور هم استفاده میکنه. او اعتقاد داره که فلسفه به ما رو محتاط میکنه در زندگی، یعنی به ما احتیاط میده. حالا احتیاط کلمه ترجمه کاملا درستی برای فرونسیس نیست، ولی من فعلا کلمه بهتری ندارم. فرونسیس از نظر ارسطو و اپیکور، اینجا بیام یه مقایسه بکنیم، یه فضیلت و این فضیلت هستش که شما رو فرزانه میکنه و شما باید که به این فضیلت برسیم برای اینکه بتونیم فرزانه بشیم. حالا بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که اپیکور و اپیکوریا در جستجوی هنر زندگی کردن هم. چون مردن که کاملا براشون مسئله حل شده، اصلا نه هراسی از مردن دارن نه آمادگی برای مردن. مرگ میاد و اصلا دربارش فکر نمی کنن که حالا کی میاد، باید مرد. خیلی خب، ولی ما به درباره مردن فکر نمی کنیم اگه اپیکوری باشیم، ما درباره زندگی کردن می کنیم. پس چگونه باید بهتر زندگی بکنیم؟ من بارسنگ میگم
اپیکوریسم در مورد هنر زندگی کردنه، ما چگونه باید بهتر زندگی بکنیم. خب اینجا ببینید چه تفاوتی هست مثلا با یک فیلسوفی مثل ارسطو. ارسطو به ما میاد میگه مسئله من هنر ساماندهی جامعه است. یعنی چی؟ یعنی که هنر این که آدما با همدیگه چگونه میتونن زندگی بکنن. اپیکور اصلا فیلسوف سیاسی نیست، شاید به خاطر اینکه فیلسوف قرن سوم قبل از میلاده، در صورتی که افلاطون و ارسطو فیلسوفان قرن چهارم یا پنجم قبل از میلاد. در دوران اپیکور دولت شهر آتنی از بین رفته، ما داریم در مورد یک وضعیت دیکتاتوری صحبت میکنیم، در یک استبداد صحبت میکنیم، ما داریم درباره یک وضعیت صحبت میکنیم که دوران هلنیستیکه در واقع. و به خاطر همین فلسفه خوشبختی و سعادت اپیکور و اپیکوری ها یک نوع عکس العمل به افول این دولت شهر آتنی است، یک نوع عکس العمل، دقیقا مثل عکس العملی که شما در بسیاری از کشورهای امروزه در قرن 20 و 21 میبینید که افکاری میان بالا وقتی که شما دیکتاتوری، استبداد یا توتالیتاریسم دارین که عرفانی ترن و هی میرن تو خودشون به جای اینکه بیرون باشن، چون این حس در میان شهروندا به وجود میاد که ما نمیتونیم با هم دیگه هیچ همزیستی سیاسی داشته باشیم، پس بیایم یک نوع همزیستی نوع دیگه داشته باشیم، مثلا همزیستی عرفانی داشته باشیم. خیلی خوب، این به نظر من نکته خیلی مهمی است که هستش. حالا این هنر زندگی کردن تبلورش در اپیکور در آن چیزی است که او بهش میگه باغ. ما در میان افلاطون و افلاطونیا آکادمی رو داریم یا آکادموس، درسته؟ ما در میان ارسطو و ارسطویی ها لیسئوم رو داریم که همون کلمه لیسه فرانسه از روش اومده که ما امروزه به نام دبیرستان میشناسیم، ولی به هر حال مراکز فراگیری. مرکز فراگیری اپیکوری باغه، یک باغ فلسفی است. یعنی باغ در واقع مکان بقای فکری و فلسفی است، مکان استمرار بلوغ فلسفی است از نظر اپیکور. و اونجا هستش که بحث دوستی به جای عشق میاد خودشو مطرح میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در این باغ دوستان هستن که کنار هم قرار میگیرن و با هم بحث فلسفی میکنن و در مورد هنر زندگی کردن با هم صحبت میکنن. حالا اینجا یه نکته بهتون بگم که موجب تعجبتون خواهد شد برای کسانی که آشنایی کمتر دارن با فلسفه اپیکور. برخلاف بسیاری از فلاسفه‌ای که تا حالا ما خوندیم، در این باغ تفاوتی به نام بین خدایگان و بنده نیست، تفاوتی بین بردگان و صاحبان برده ها نیست از نظر اپیکور و اپیکوریا، چون اونها اعتقاد دارن که برده ها هم میتونن فلسفه بیاموزن و برده ها هم میتونن در بحث فلسفی شرکت بکنن. و بنابراین دوستی که اینجا دارن درباره صحبت میکنن، این دوستی معرف یک زندگی جمعی میان یک عده به خصوصی هستش که به این نوع از لذت رسیدن و اینو میدونن. خب حالا اینجا این نکته، دو تا نکته هستش که باز من میخوام روش تاکید بکنم و میدونم که برای حضار در جلسه جالب خواهد بود، چون یک تفاوت اساسی با تمام چیزهایش که تا حالا دیدیم. نخست اینکه در این باغ اپیکور ما اینجا در مورد مدرسه فلسفی صحبت نمی کنیم، ما اینجا داریم در مورد یک فضایی صحبت میکنیم که، یعنی این چیزی که خودشون میگن دیگه، من از خودم در نمیارم، درباره یک فضایی صحبت میکنیم که درش عده‌ای که به هم همدلی دارن با هم و هم فکری دارن میرن و میشینن اونجا و سعی میکنن که این بحث‌های فلسفی رو بکنن و به یک فرزانگی برسن. لااقل این اعتقاد هست. خیلی جالبه که سنکا میاد میگه که، سنکا به اپیکور خیلی علاقه داشته و میگه که اتفاقا دقیقا همینطوره، چون
مدرسه اپیکور به اون صورت مدرسه نبوده، بلکه جایی بوده که افراد زندگی مشترک میکردن. و میاد و اسم میبره از چند تا از شاگردهای اپیکور مثل متودوروس یا هرمارکوس و دیگران، حالا اسماشون خیلی بر ما مهم نیست، و او اعتقاد داره میگه که اینها زندگی مشترک میکنن، یعنی همفکریشون از اینجا میاد که زندگی مشترک میکنن و با استادشون در کنار استادشون زندگی مشترک میکردن. در این زندگی مشترک که بحثای فلسفی میشه، زنان هم حضور دارن مورد توجه شما، و اتفاقا زنها نه تنها وجود دارن، ما اسامیشون هم میدونیم. یعنی اگر ما بریم متون اپیکوری رو بخونیم، با این اسامی زنهایی که در این بحثای فلسفی شرکت داشتن برخورد میکنیم، از جمله من اسماشون حالا بعضیشون رو میگم: نیکیدیون، لئونتیون، دمتریا، هدیا، اریستوبولوس. اینا زنانی هستن که در طبق تاریخی که به ما رسیده بعد از این، اینها در این بحث‌های فلسفی شرکت داشتن، در اون باغ زندگی می‌کردن با این مردان و در این بحث‌ها در هم سطح مردها شرکت می‌کردن، تا حدی که اسمشون در تاریخ اومده. یعنی دیگه از این مهمتر نمیشه دیگه، اگه اسامی اومده یعنی که افرادی هستن که کاملا معنادار بوده و اونجا درباره‌شون ازشون یاد شده. خب ولی این نکته خیلی مهمه که باز تاکید میکنم که اپیکور به شاگردانش توصیه میکرده که در زندگی سیاسی دخالت نکنن، تا اونجا که میتونن میان خودشون بحث کنن و نذارن این بحثا از این باغ اپیکوری بیرون بره، به خاطر اینکه او اعتقاد داشته که با توده و عوام که اصولا نمیشه بحث کرد به عنوان توده، حالا اگر یه برده هم میامده به اینا میپیوسته، او به هر حال معتقد به این اصول میشده. اپیکور اصولا اعتقاد داره که دوستی واقعی میان اپیکوری ها موقعی صورت میگیره که به این اصول پایبند باشن، و اگر این اصول پایبند نباشن، خب طبیعتا این بحث رو نمیتونن بکنن، به اون فرزانگی فلسفی هم نمیتونن برسن. حالا این دوستی همونطور که من گفتم عشق شورانگیز نیستش و بر مبنای لذت جنسی هم قرار نگرفته، بلکه حالا میتونیم به نوعی اسمشو بذاریم یک نوع عشق مدنی، ولی عشق مدنی از یک نوع خاص. مدنی هم من از این نظر میگم که یه نوع همدلیه، همدلی دوستانه است که پیش میاد، در واقع مثل همدلی که ما در اگورا داریم با هم، یعنی موجب میشه که ما بتونیم با همدیگه در مورد مسائلی بحث فکری و فلسفی بکنیم به خاطر این همدلی، چون یه اصولی رو قبول داریم و اون اصول هستش که خیلی مهم هستش که موجب میشه که ما بتونیم گفتگو رو انجام بدیم. و به خاطر همین یه نکاتی کاملا برای اپیکوری ها و اپیکور کاملا بیمناست. مثلا آن چیزی که در دنیای امروز برای ما اینقدر مهم هست که پوله و انباشت سرمایه است، برای اونها کاملا بیمناست. اونا اصلا اعتقادی به پول و انباشت سرمایه ندارن. اصلا اینکه شما یا آدم ثروتمندی باشید اصلا معنایی نداره برای اونا، برای اینکه شما ثروتمندی ولی ابلهین، ثروتمندی ولی به فرزانگی نرسیدید. اصلا اونا براشون مسئله، اعتقاد داره اپیکور که خیلی مستقیما میگه، اعتقاد داره که خب این که دلیل خوشبختی نیست. شما چه لذت جنسی داشته باشید، چه پول داشته باشید، چه مقام داشته باشید، هیچ کدومش دلیل خوشبختی نیست، و با اون درست چیزی که خلاف که ما فکر میکنیم. و دقیقا باز برمیگرده و این تاکید میکنه روی این زندگی فلسفی و اینکه زندگی فلسفی چون درمان روح هستش، مثل طب که درمان جسم هستش، میتونه به ما کمک بکنه. و او این جمله رو میگه که برهان یک فیلسوفی که قادر به علاج درد روح نیستش کاملا تو خالی است، همونطور که عمل یک طبیبی که نمیتونه جسم رو درمان بکنه کاملا بی‌معنا هستش از نظر او. خب من بحثمو اینجا پایان میدم، فقط میخوام که این نکته رو اضافه بکنم که پس ما متوجه شدیم که
آن چیزی که اپیکور به دنبالش هستش و اپیکوره به دنبالش هستن مسئله حالا اندیشه نیستش، بلکه معنای معناست، یعنی معنای پشت زندگی است در واقع، که در این جمله که حالا به لاتین بعدا گفته شده، همین کارپه دیم، یعنی در همون روز تو زندگی بکن خلاصه میشه، زمان حال رو در چنگ بگیر خلاصه میشه. و نتیجه بحث این که همین فرزانگی هستش که ما رو میتونه به سعادت سوق بده، و فرزانگی چیزی نیست جز فهم این موضوع که ما فقط یک بار به دنیا میایم و دوبار به دنیا نمیایم، و ما برای اینکه بتونیم، چون یک بار به دنیا میایم، برای امروز زیستن به معنای اپیکوریک کلمه، ما اتلاف وقت نباید بکنیم، و چون اتلاف وقت نباید بکنیم، باید که بتونیم با دیگران زندگی بکنیم. و اینو، این نکته آخری که من بگم، این در چهار اصل خلاصه میشه، که این چهار اصل نتیجه بحثی است که من امروز با شما کردم. این چهار اصل رو اتفاقا به عنوان چهار درمان مطرح میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه الان کلمه‌شو بگم براتون جالبه، به کلمه یونانیشو میگه تترا فارماکوس، که همون کلمه فارمسی ازش هست دیگه. تترام یعنی چهار، چهار نوع فارمسی، چهار نوع درمان. این چهار نوع علاج چیه؟ هراس نداشتن از خدایان، هراس نداشتن از مرگ، گذار از درد، و بالاخره دستیافتن به سعادت و خوشبختی. این چیز، این چهار اصلی است که اپیکور بهش میگه تترا فارماکوس، چهار علاج روح و جسم. و اینجا هستش که در واقع بحثش رو پایان میده و میگوین که طبق شاگرداش، همین لوکرسیوس میگه که اپیکور زمانی که داشته میمرده، تنها جمله‌ای که به زبان میاره اینیست که اصول، به شاگرداش میگه اصول من را فراموش نکنید، یعنی به اونا را ادامه بدید. خب من بحثم اینجا خاتمه میدم. سوالاتون و نظریاتون، ببینید من برمیگردم ابتدای امر، برمیگردم به اون تفاوتی که میان قدما و متجددین گذاشتم، و اینکه پرسش اونها چیست. حالا ما داریم درباره قدما صحبت میکنیم و متوجه شدیم که پرسشی که قدما مطرح میکنن مسئله غایته، یعنی همون تلیولوژی، غایت شناختی است. اونا پرسش میکنن که غایت زندگی چیست، درسته؟ اپیکور پرسشش این است که غایت زندگی چیست. براش غایت مرگ مهم نیست، غایت بعد از مرگ هم مهم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما در اپیکور فلسفه دینی نداریم که به دنبال رستگاری بعد از مرگ باشه. او یک یونانی است و در فرهنگ یونانی زندگی از مرگ، در اون دوره زندگی از مرگ مهمتر بوده. حالا ما قبل از مسیحیت داریم صحبت میکنیم دیگه، و اونا دارن مسئله زندگی رو مطرح میکنن، بنابراین این غایت براش مهم هستش. خب وقتی که غایت رو میاد مطرح میکنه، غایت انسان رو مطرح میکنه، زندگی انسان رو مطرح میکنه، اینست که ما انسان ها برای چی زندگی میکنه. این پرسش که همشون میکنن دیگه، ارسطو میکنه، افلاطون میکنه، سوفسطائیون میکنن، دیدیم دیگه همشون این پرسش رو میکنن، انسان ها برای چی زندگی میکنن، انسان ها برای چی با هم زندگی میکنن، یا به صورت فردی برای چی زندگی میکنن. و او به این نتیجه میرسه که اتفاقا نتیجه خیلی شرقی هم تو که من گفتم، که انسان ها در زندگی درد دارن. ببین بودا هم همینه میگه دیگه، انسان ها میمیرن، انسان ها درد و رنج دارن، انسان ها شوربختن، بنابراین انسان ها باید کوشش کنن که از این درد و بدبختی و شوربختی و ناراحتی ها عبور کنن، برای اینکه اگه عبور نکنن درش غرق میشن، درسته؟ حالا
او مقایسه میکنه به خدایان. خدایان چه چیزی دارن؟ خدایان بی‌نیازن. خدایان بی‌نیازن. انسان چگونه میتونه بی‌نیاز بشه؟ این پرسشی که اپیکور داره میکنه. چگونه خدایان چگونه انسان میتونه بی‌نیاز بشه؟ انسان باید بتونه بی‌نیاز بشه. ولی این بی‌نیازی در چیه؟ آیا در این نیست که خب میتونه به این مرحله برسه که درد رو دیگه قبول کنه به عنوان درد، حالا این درد جسمانی یا درد روحیه، و بتونه با یک تمرین‌های ذهنی، فکری، فلسفی خودش رو به جایی برسونه که این درد دیگه نتونه برش غلبه کنه، این درد روحی و جسمانی نتونه برش غلبه کنه؟ مگه تمرین‌هایی که مثل یوگا و تمرین‌هایی که تبتیا و بسیاری از ادیان شرقی دارن، من غیر از اینه؟ همینه دیگه، اونها هم دارن در واقع به ما یک تمرین های ذهنی و جسمی میدن بس اینکه شما بتونین که به نوعی بر بدن خودتون و بر روح خودتون بتونین غلبه پیدا بکنین. درسته؟ فکر میکنم که مسئله اصلی اپیکور این هستش. و خب طبیعتاً مسئله خوشبختی رو میاد مطرح میکنه، و خوشبختی نه به معنای یک اوتوپیا، نه به معنای یک ناکجا آباد، نه به معنای یک بهشت و گم شده، بلکه خوشبختی به معنای یک غایتی که نتیجه این تمرین روحی و تمرین فیزیکی است. خب این تمرین رو بردگان هم میتونن بکنن، این حرفیست که زنان هم میتونن انجام بدن. درسته؟ برای اینکه فراموش نکنیم خب برقرار این داره این حرف رو در یک دنیایی میزنه که دنیای مردانه است. اپیکور داره این در دنیای مردانه میگه، ولی میگه زنان هم میتونه. زنان اتفاقا همین اسامی هم که ما خوندم دیگه، بعد زنانی هم بودن که اعتقاد به این موضوع داشتن. بردگان هم اون بحثی که میکنه اینیست که برده از نظر طبیعی که فاقد عقل و فاقد توانایی برای رسیدن به یک وضعیت در واقع بی‌نیازی که نیستش که از نظر طبیعی، او هم میتواند این آمادگی روحی رو پیدا بکنه. اتفاقا در یکی از مکالمات افلاطون هم سقراط با یه برده میاد و با هم باش بحث میکنه، میدونی؟ باش در مورد ریاضیات بحث میکنه. درسته؟ خب بنابراین اپیکور هم اعتقاد داره که خب برده ها هم از نظر طبیعی تفاوت قائل نیستش از نظر طبیعی بین بردگان و خواص یا بندگان و خدایگان. او اعتقاد داره که خب برده و خدایگان، یعنی کسی که برده دار هستش، هر دو از یه طبیعت برخوردارن، هر دو رنج میبرن، مریض میشن، میمیرن، درد دارن، درد جسمانی میتونن پیدا بکنن، سرطان میتونن بگیرن هر دوتاشون، چون طرف کت خداست که دلیل نمیشه که اون کت خدای مثلا سرطان نگیره، برده بگیره، یا برده نگیره فقط کت خدای بگیره. دقیقا در یک ما رو در یه همچی وضعیت قرار میده. یعنی به از نظر او هنر مسئله مهم هنر استفاده از عقل و پیشبرد عقله. درسته؟ اینجا هم عقلی که داره درباره صحبت میکنه همون لوگوسه، طبیعتاً با عقل مدرن تفاوتهای خیلی اساسی داره. ولی باز ما اینجا درباره عقل هگلی صحبت نمیکنیم که تاریخی گره، ما اینجا داریم در مورد یه عقل فردی صحبت میکنیم که همون لاجیکه، لوگوسه، که هم عقلیست که تفهیم میکنه، هم عقلیست که میشه مارد، هم عقلیست که میتونه که ما رو به یک وضعیت بهتر برسونه دیگه. یعنی حالت اِوولوشنری هم میتونه داشته باشه. خب بنابراین این موضوعی که اپیکور میگه هم برای خواص هم برای خواص نیست. چرا برای خواص نیست؟ به خاطر اینکه میگه که بردگان هم میتونن شرکت بکنن. چرا برای خواص هست؟ برای اینکه آنهایی که در اون باغ وارد میشن خودشون جزء خواص میشن. درسته؟ برای توده های در صحنه وجود ندارن، بلکه یک عده خیلی دستچین شده ای هستن. درسته؟ اون باغ و هر کسی واردش نمیشه. اپیکوری ها هر کسی رو راه نمیدادن. درسته؟ ولی چگونه راه میدادن؟ اعتقاد به برهان اون آدم داشتن.
وقتی ما میبینیم که در میان رواقیون هم شما یک برده مثل اپیکتتوس دارید که فیلسوفه، نشان دهنده این موضوعه که اینها دارن در واقع به دنیای یونان و روم میگوین که شمایی که تفاوت میذارید بین خودتون و بردگان، این بردگان هم در میونتون میتونن آدمای باهوشی باشن. اینا نه تنها میتونن قیام کنن علیه شما مثل اسپارتاکوس، ولی میتونن از توشون اپیکتتوس هم در بیاد. درسته؟ حالا اپیکور این نمیگه، من دارم میگم، ولی واقعیت امر اینه دیگه. یعنی که پس بردگان هم میتوانند که در این پروسس، در این فرایند در واقع شرکت بکنن. حالا انسان، شما میگید که تفاوت بین کسی که در این باغ اپیکوری و یک چوپان در چیز، چوپان میتونه آدم خوبی باشه. اپیکور نمیگه که آدم خوب نمیتونه باشه، او براش آدم خوب بودن اصلا مطرح نیست، او براش فرزانگی مهمه. درسته؟ این مهمه. دقیقا اتفاقا مسئله ایست که ما هم داریم. ما میاییم میگوییم که بریم به این آدم رأی بدیم، این آدم خوبیست. درسته؟ ما مدرنا هم همین حرف میزنیم دیگه. ما مسئله مون این که او با همسرش و با بچه ها چگونه رفتار میکنه نیستش. ما برای اون مسئله مون باید این باشه که آیا سیاستمدار خوبیش یا نه، آیا بلده هستن هنر اداره جامعه رو یا نه. درسته؟ برای اپیکوری هم اون مسئله است. او نمیگوید که فلان کسی که در آتن داره زندگی میکنه آدم نیکی نیست. او میگوید که او آدم فرض به فرزانگی دست پیدا نکرده و مسئله او مسئله فرزانگی هستش که براش مهم هستش. بنابراین من فکر میکنم که اپیکور ساده انگار و ساده اندیش نیست. میدونین کاملا سبک سنگین میکنه حرفاشو و اصولشو و اون سخنانشو. و دقیقا اگر موضوعش، اول از همه مکانی که انتخاب میکنه یه باغ هستش، به خاطر اینکه باغ مکان تفرج هم هست و تفرج هم که گفتی، این تفرج هم تفرج زیبایی شناختی است، هم تفرج فکری فلسفی است. یعنی اینها در اون باغ میتونن قدم بزنن، با همدیگه بحث کنن، ولی زندن از باغ هم لذت ببرن، از طبیعتی که دور برشون هستش لذت ببرن. ضمناً باغ یه مکان غیر سیاسی است. همونطور که گفتم اپیکور میخواد یه مکان غیر سیاسی ایجاد بکنن و دلش نمیخواد که، میخواد یه تفاوتی داشته باشه با اون مکانهای دیگه که در آتن بودن یا در زمان او وجود دارن. و بالاخره موضوع مهمی که اینجا داره مطرح میکنه که موضوع این خودکفا بودن هستش. و از بده اینو بگم بحثمو خاتمه بدم و مقایسه کنم با همون بحث مسیحیت. این خودکفا بودن، او البته میگه که این خودکفا بودن اینیست که شما به این فرزانگی برسید که شما باز بی نیاز بشید. چون آدم فرزانه از نظر او آدم بی نیازیست، آدمیست که احتیاج نداره به کسانی که بیان بهش بگن که تو چگونه زندگی بکن. هنر زندگی کردن بلده. درسته؟ و از این نظره که میگه که مثل خدایانه. درسته؟ چون بی نیازه. درسته؟ حالا اینجا او مبنا رو میذاره بر دوستی و آن چیزی که مسیحیت به ویژه، به خاطر اینکه مسیحیت تحت تأثیر به هر حال فلاسفه رواقی و بعدش هم نو افلاطونی هستش که میاد و شکل میگیره، نه اپیکوری. تفاوتی که با مسیحیت داره، و مسیحیت هیچ گونه تحت تأثیر میام اپیکوریسم نیستش، اینیست که مسیحیت میاد در مورد عشق بی نظر صحبت میکنه که اسمشو میذاره آگاپه. درسته؟ در بحثایی که حواریون میکنن، بعدش هم لوترکینگ و دیگران در قرن بیستم میان لومرتمه اینو زنده میکنن برای مبارزات خشونت پریزشون. از نظر اپیکور اصلا این نوع سوم وجود نداره که عشق بی نظر عرفانی در واقع یا بگیم دینی باشه. چرا؟ چون ما اینجا در مورد
چجوری بگم، ما اینجا در مورد همدلی مؤمنان صحبت نمی کنیم، که ما در دین اصولا در مورد همدلی و همفکری مؤمنان صحبت می کنیم، یعنی کسانی که به یک امر ایمان دارن. ما اینجا داریم در مورد دوستی و همدلی و همفکری کسانی صحبت می کنیم که به این اصول فلسفی اپیکوری اعتقاد دارن. درسته؟ یه تفاوت اساسی است. شما در اینجا هیچ اصل خدایی ندارید، اصلا شما اینجا الهیات ندارید، اصل الهی ندارید که همه نظریاتون به اون طرف باشه. یعنی توحید، چیزی که مثلا ما در اسلام بهش میگیم توحید، در مسیحیت هم داریم دیگه توحید، اینجا شما اصل توحید ندارید، شما اینجا اصل نبوت ندارید. یعنی خب مسیح هم برخلاف پیامبر، محمد هم پیامبر، و اونها بر اساس این اصل نبوت، دومی اصل بعد از توحید، درسته، برای اینکه شما بتونی ارتباط میان یک مؤمن و یک اصل الهی رو بتونی یا الوهیتی رو بتونی مطرح کنی. اینجا چنین چیزی وجود نداره اصلا، و ما دوستی که داریم صحبت میکنیم کاملا زمینی و میان انسان هاست. خدایان هم اصلا دورن، اصلا درباره شون فقط فکر میکنن، اصلا حتی خطاب هم بهشون نمیکنن، برای اینکه اینقدر دورن میگن که ما نباید ازشون حراس داشته باشیم، نه اصلا باید بهشون ربطی داشته باشیم. ما مسئله اون مسئله زندگی انسان ها هستش. خب ببینید دوستان، اینجا چند نکته هستش که شما مطرح کردین که نکات جالبی است، و فکر میکنم اپیکور هم خیلی به وضوح در موردشون صحبت میکنه در این رساله ها و نامه ها. و اون یه نکته اول اینجاست که در واقع اپیکور داره، وقتی که ما میایم میگیم که مسئله رفع احتیاجات هستش و موضوع بی‌نیازی رو داره مطرح میکنه، اینجا به نظر من و اون کلماتی که به یونانی استفاده میکنه، یعنی اپونیا و اتاراکسیا، یعنی نبود درد روحی و نبود درد جسمانی، اینجا آن چیزی که او داره مطرح میکنه اینیست که حالا مسئله رفع، مثلا شما در رفع آتش، یعنی شما یه آبی رو میخورین آتشتون از بین میره، او مثلا میگه که اینجا ما داریم در مورد رفع آتش صحبت میکنیم، که اینجا این به عنوان اینیست که ما بی نیاز میشیم. یه تفاوتی هستش بین اینکه شما یه آبی رو بخورین و دیگه تشنه نباشید، و اینکه شما زیاده روی بکنید در نوشیدن. اپیکوریا در بین این دوتا تفاوت میذارن، یعنی میگن که رفع آتش به معنی نوشیدن بی رویه نیست. میدونی؟ شما باید نوشیدن بی رویه رو بذارین کنار، شما باید عشق بی رویه رو بذارید کنار، شما باید خوردن بی رویه رو بذارید کنار، یک بالانسی در واقع، یک تعادلی، به یک تعادلی بتونید برسید، که این تعادل خب طبیعتاً احتیاج به یک تعادل روحی هم داره. اتفاقا این حرفیست که سقراط هم میزنه، یعنی سقراط در مکالمات افلاطون اعتقاد داره که چون اونا تو مکالمات هم زیتون میخورن، هم شراب مینوشن، در این گفتگوهای شبانی که با هم دارن غذا میخورن، ولی سقراط همش تاکید میکنه که توی مکالمات که باید یه بالانسی وجود داشته باشه، باید زیاده روی نکرد، درسته؟ و زیاده روی موجب میشه که شما از یه چیزی زده بشید، و اتفاقا اپیکوریان نمیخوان که ما از زندگی زده بشیم، میخوان که ما اسنس زندگی رو به دست بیاریم، ما جوهر زندگی رو بتونیم به دست بیاریم، ما معنای زندگی رو بتونیم به دست بیاریم. من فکر میکنم که اتفاقا مهمترین نیاز انسان غذا نیست، مهمترین نیاز انسان امنیت نیست، مهمترین نیاز انسان پول نیست، مهمترین نیاز انسان معناست، چون انسان میتونه همه اونا رو داشته باشه و دچار بی‌معنایی بشه. جلسات کامو رو یادتون نره، دچار بی‌معنایی بشه انسان، و اتفاقا اپیکوریا به دنبال معنا هستن، اونها میخوان که این معنای زندگی رو به دست بیارن. همون که من گفتم
معنای معنا در واقع هستن که میخوام به دست بیارن. اندیشیدن، فلسفیدن، فرزانگی هم براشون جستجوی معناست و این جستجوی معنا هستش که مهم هستش. بنابراین من اصلا با سانتیانا موافق نیستم که اینجا اپیکور و اپیکوریا به دنبال یک ریاضت هستن. فکر نمی کنم که اینا اصلا به دنبال ریاضت باشه، اینا به دنبال یک نوع معنا هستن و اتفاقا در این جستجوی معنا هستش که همه چی براشون میتونیم بگیم معنی پیدا میکنه. یعنی مثلا رابطه انسان و خدایان رو سر جای خودشون مطرح میکنن. حالا چرا اصلا درباره خدایان میاد صحبت میکنه؟ برای اینکه در یک کانتکست فرهنگی دوره فلسفه‌ش رو مطرح میکنه که در اون کانتکست اسطوره اساطیر یونانی آمدن و درباره خدایان صحبت کردن. او باید که تکلیف خودش با پیشینیان خودش روشن بکنه. خب قبلیاش هم اومدن درباره خدایان صحبت کردن، درسته؟ از هومر گرفته تا افلاطون تا ارسطو تا دیگران. خب بنابراین اپیکور در هوا که نمیتونه صحبت بکنه، باید خودش در اون فصل فرهنگی قرار بده و به خاطر همین ولی میاد در فصل فرهنگی هم که قرار میگیره نظر خودشو میگه. میگه ما با وجود اینکه میدونیم که خدایان این هستن و میایم دربارشون صحبت میکنیم، ما با اینا کاری نداریم، اینا رو بذاریم به حساب خودشون، بذاریم اونا زندگی خودشون بکنن، ما هم زندگی خودمون. ما اصلا غایت زندگیمون به خدایان ربط نداره، درسته؟ خب اینجا برای ما طبیعتا که تحت تاثیر ادیان ابراهیمی بودیم بیشتر از هر چیزی، حالا چه از نظر فکری فلسفی چه در مخالفت با اونا، ما فوری ذهنیت اون میره به طرف یک خدای واحد میدونین و خدای ابراهیمی، در صورتی که اینجا داره در مورد یک اسطوره اساطیر صحبت میکنه دیگه. میدونین به این خدایان که میگه اینا خدایان اساطیری هستند در واقع، ولی همون خدایان اساطیری هم میگه ما باشون کار نداریم، بذاریم اونا زنجاشون در همون اولمپوس هست، در همون کوه اولمپ، ما هم در این باغ با هم دیگه زندگی میکنیم. میدونین تفاوت این تکلیف رو کاملا روشن میکنه. نکته دوم مسئله انسان‌های نیک هستن که اپیکور و اپیکوریا دربارشون صحبت میکنن و خب مسئله ما هم هست. ببینیم مجموعه انسان‌های نیک یه جامعه نیک نیست، یعنی شما تمام آدم‌های خوب کنار هم قرار بدین الزاماً جامعه خوب به دست نمیارید، چون اینا ممکنه که هر کدومشون آدم های بسیار خوبی باشن ولی نتونن با هم زندگی کنن و نتونن یه جامعه رو با هم اداره کنن، درسته؟ جامعه رو برای اینکه شما بتونین اداره بکنین باید که، باز من تکرار میکنم، باید هنر اداره جامعه داشته باشید، هنر اداره اون باغ اپیکوری رو داشته باشید. او از کسان در واقع میخواد که از اپیکوریا و کسانی که اصولش رو دنبال میکنن که بتونن در کنار هم زندگی کنن و فکر کنن، چون اگه قرار باشه که با هم دیگه دعوا کنن و برخورد داشته باشن و اینا و خشونت به کار ببرن، که خب اصلا نمیتونن با هم دیگه گفتگو داشته باشن، باید شرایط گفتگو رو برای هم دیگه فراهم بیارن. بنابراین مسئله خوب بودن یا نیک بودن فقط نیست، بلکه مسئله شعور داشتن هم هست، یا اینکه شعور استفاده از نیکی خودم داشتن. اینکه خیلی از مواقع شما از آدم های خوب میخواین که این آدم های خوب بتونن خوبیشون رو به کار بگیرن در خیلی از امور، ولی خب ممکنه به کار نگیرن، یعنی فقط این بگن که ما یه آدم خیلی خوبی هستیم، میدونی؟ بنابراین بین، حالا من عکسشو بگم، بین بد بودن و بد کردن یه تفاوتی هست. حالا اینجا من یه مثالی براتون میزنم، باز چرا یادم افتاد، من چندی پیش داشتم یه فیلم سینمایی میدیدم در مورد زندگی راکوتسون. همطور که میدونین راکوتسون گی بود ولی در هالیوود همیشه پنهان کردن که این گی بود و اینا، و این مسئله خیلی بزرگی براش بود و بالاخره ایدز گرفت و از ایدز در سال 1985 مرد و بعدش آخرین دوست پسرش
که باش رابطه جنسی داشت آمد علیش اعلام جرم کرد بعد از مرگش. بعد از تو این فیلم از در ابتدای فیلم از این پسره میپرسن که راکوتسن آدم بدی بود، بعد کلمه‌ای که به کار برد گفتش که he was not bad but he did bad. حالا چرا he was not bad؟ برای اینکه این دوستش داشت میگفت آدم بدی نیست، ولی why he did bad، چرا کار بدی کرد؟ برای اینکه ایدز داشت و با این رابطه جنسی داشت بهش نگفته بود. درسته؟ خب اینجا من این مثال زدم برای اینکه به ذهنم رسید و اینجا مسئله‌ای که مسئله نیک بودن فقط نیست، مسئله نیک کردن هم هست. درسته؟ فقط نیک بودن نیست، صفت نیک داشتن نیست، بلکه عمل نیک کردن هم هستش. حالا برای اپیکوریا این عمل نیک کردن یعنی چی؟ عمل نیک کردن یعنی که شما خودتون به اون درجه از بی‌نیازی برسونید، شما بتونید خودتون خلاصی بدین از این دردهای جسمی و روحیتون، به ویژه دردهای روحی. و این دردهای روحی وقتی شما خودتون خلاص بدید، شما دیگران هم میتونین آماده کنین. اتفاقا الان یکی از شما داشت در مورد این میگفتش که کلاس یوگا میره. من خودم خوب کلاس یوگا رفتم. کلاس یوگا رو کی به شما میتونه درس بده؟ کلاس یوگا رو معلم میتونه به شما درس بده که خودش هم از این مسیر عبور کرده باشه. درسته؟ و یعنی خودش هم تمرین یوگا کرده باشه سالیان سال. و استاد دیگه اعظم یوگا آینگر بود دیگه که پارسال مرد. خب آینگر تا سن 90 خورده سالگی یوگا میکرد. درسته؟ تمام کسانی هم که در اطراف و اکناف جهان یوگا درس میدادن، یوگای آینگر درس میدادن، همه یه سفر میادن هند که بتونن با این آدم یه در واقع تمرین یوگا کرده باشن. خب بنابراین به عمل گذاشتن اون هنر زندگی و هنر یا اون نیکی هستش، به عمل گذاشتن. اپیکوریا عملگرا هستن اتفاقا، یعنی به دنبال یک نوع لذت جوی عملگرا هستن. میدونید این عملگرایی براشون بسیار نکته مهمی هستش و شما چگونه میتونید که این آرامش و روح به دست بیارید؟ از طریق اون عملگرایی که دارید و از طریق اون تمرینهایی که میتونید بکنید. و فرزانگی در واقع یک امر عملی است، پراگماتیکه، پرکتیکاله، و به خاطر همین است که معنا پیدا میکنه. و الا اگر قرار باشه که شما در یک اتاقی فقط بشینید و بگید من آدم فرزانه ای هستم و این به صورت یک عملگاری نشه، به نظر من حالا فقط نکته که خودم فکر میکنم و نمیگم، از نظر اپیکوریان قابل قبول نیست، چون اونا اعتقاد دارن که این فرزانگی باید که نتیجه شو شما بتونید ببینید. درسته؟ کمترین نتیجه که داره روی بقیه دوستانی است که در اون باغ هستن و با شما دارن گفتگو میکنن. چرا؟ چون این گفتگو در واقع دو سویه است. درسته؟ این گفتگو دو سویه است. اینجا اتفاقا من یاد حرف میشل فوکو میفتم. میشل فوکو تو در آخرین جلسات درسش قبل از که فوت بشه، که او هم از ایدز مرد، در مورد گاورمنتالیتی صحبت میکرد و یکی از مفاهیم یونانی که دربارش بحث میکرد، مفهوم که ما در تو اگارا درباره صحبت کردیم، مفهوم پارزیاس، یعنی همون آوتسپوکننس، یا اینکه شما بتونین به صراحت گفتارتون، به صراحت گفتار صریح در واقع بتونین حرف بزنید. و اینجا من یاد حرف فوکو افتادم به خاطر اینکه اون میگه که این به صراحت گفتن حقیقت گفتن هستش، که این حقیقت گفتن فقط یک طرفه نیست بلکه دو طرفه است. چون شما از یک سو شمایی که دارین حرف میزنید حقیقت رو به زبان میارید و اون دیگری که مخاطب شما هست حقیقت رو میشنوه، حقیقت رو میشنوه. بنابراین truth telling، حقیقت گفتن، دو سوی است، یعنی یک امریست که نتیجهش دو طرف است. فقط برای این نیستش که یک کسی بیاد حقیقت رو بگه، بلکه اون کسی هم که میشنوه اون حقیقت رو بتونه بشنوه. درسته؟ و اینجاست که کار روشن فکری
مهم میشه، چون روشنفکر برای خودش فقط حرف نمیزنه، برای دیگران هم حرف میزنه. اینجاست که کار فلسفه من مهم میشه، چون استاد فلسفه برای خودش فقط فلسفه رو نمیگه، برای دیگران هم میگه، برای اینکه اونها هم در هم سطح او بشن. درسته؟ و اپیکور دقیقاً اینو داره به ما میگه که این ما باید در این رابطه بتونیم قرار بگیریم که بتونیم با هم دیگه این گفتگو رو داشته باشیم، و این گفتگوست که به هر دوی ما آرامش روح میده، و این گفتگوست به هر دوی ما فرزانگی میده. چون او اعتقاد داشت که شاگرداش هم در سطح خودش قرار گرفتن، درسته؟ و اتفاقا هم از نظر تاریخی همطور هست، چون تمام میراثش شاگرداش ادامه دادن دیگه. اون چیزی که از اپیکور باقی مونده رو ما از شاگرداش میدونیم، مثل لوکرسیوس. اگه نبودن، اگه اونا هیچی ننوشته بودن و نبودن، ما هیچی نمی‌رسیم عملا. دقیقاً کاریه که افلاطون با سقراط کرد دیگه و اونها کرد. شروع کنم که در واقع چون بحث سیاست شد، خب مسلماً فلسفه اپیکور و فلسفه اپیکوری همونطور که من گفتم در دوران افول دولتشهر آتنیس، برای دوران مقدونی است، دورانی هستش که دیگه ما در مورد دموکراسی یونان صحبت نمی کنیم و به نوعی یک لاغل در میان بعضی از این فلاسفه یک نوع سیاست زدائی. و این سیاست زدائی خب خیلی روشنه، به خاطر همینم همونطور که من گفتم، من اعتقاد دارم مسئله اپیکوریان اپیکور و شاگردانش مسئله معنایی است، چون سیاست اصولا وقتی دچار بحران میشه باهاش یک مسئله معنایی هم میاد، چون انسان ها دیگه نمیدونن که برای چی دور هم دارن زندگی میکنن و برای چی اعمالی دارن انجام میدن. مثلا خب شما میبینید که ما در دنیای امروز دقیقا گرفتار یه همچین موضوعی هستیم، یعنی به خاطر همین هم خیلی ها در نسل جوانتر از سیاست زده میشن، و اونهایی هم که کار سیاسی میکنن در واقع نمیدونن و نمیتونن به شما بگن که برای چی ما کار سیاسی میکنیم. یعنی شما ازشون سوال میکنین که خب شما برای چی نماینده پارلمان میشین، نمیتونن به شما جواب بدن که ما برای چی نماینده پارلمان میشیم، غیر از اینکه بگن که خب ما یه حقوقی میگیریم و فکر این هستیم که بعدش هم یه پنشنی بگیریم. بیشتر از این نمیتونم به شما بگم. بقیه چیزایی که به شما میگن یا دروغه یا بی ربطه، برای اینکه دقیقاً سیاست امروز هم دوچار این بحران شده دیگه. یعنی شما با رأی دادن با آقای ترامپ یا خانم کلینتون الزاماً فعالیت سیاسی نمیکنه، اینا همه میدونن. من فکر میکنم که برای اپیکوریان این مطرح شده بوده، یعنی در میخواستن که بتونن بیان و این معنا و این غایت رو دو مرتبه مطرح کنم و بیان و طرح کنم و جوابهای جدیدی براش داشته باشن. ضمن خب فراموش نکنین که تأثیرات این فلاسفه که در یونان بودن از جهات گوناگون تحت تأثیر حالا افکار مختلف هم بودن دیگه. این افکار به هر حال از شرق می آمده، در تمام سواحل میترانه بوده، و این میتونم بگم نزدیکی و همدلی این افکار بوده که از توش فلسفه های جدید در اومده. حالا یکیش رباقی، یکیش نو افلاطونی، یکیش اپیکوریه و و و فلسفه های دیگه است که ما درباره شون صحبت کردیم. حالا چرا این محفلشون اینا محفل خصوصی به وجود آوردن؟ چون اساساً این نوع تفکر محافل ازوتریک داره. ببینیم ما در عرفان ایرانی هم اینو داریم، یعنی ما یه آدمی مثل مولانا رو داریم، پا میشه میره قونیه. شما همین امروز هم اگه بریم قونیه، من رفتم در جایی که مقبره مولانا و خاندانش هست، اونجا شما میبینید که اینا در یک محل کوچیکی آمدن زندگی کردن و با هم زندگی میکردن، درسته؟ چرا با هم دیگه در یک محل خیلی کوچیک هرمتیک ازوتریک زندگی میکردن بسته و دور از خلق الله؟ برای اینکه بتونم حرفایی که میخوان با هم دیگه بتونم بزنن، درسته؟ بعدش هم تحت خطر نباشن. شما نگاه کنین ببینین که
قدرت سیاسی چند نفر از عرفای ما و دانشمندان ما رو نابود کرده. سهروردی یکیشه فقط که سرب داغ میریزن تو گلوش، حلاج یکیشه، درسته؟ خب شما نگاه کنید تعدادی که سیاهچال انداختنشون و ابن سینا در سیاهچال، حالا اگه نمردن ولی برای در یک دوره در سیاهچال هم بودن. خب اپیکوریات یه نوعی هم دارن خودشون رو حفظ میکنن در واقع در این باغ از اون صدمه‌ای که سیاست میتونه بهشون بزنه. و دقیقا من فکر میکنم که اونجا هستش که پرسش هایی که براشون مطرح میشه، حالا ما میتونیم بهشون ایراد بگیریم، پرسش هایی که براشون مطرح میشه پرسش هایی از نوع متافیزیکی است که به مراتب از نظر اونا بزرگتر از دنیای سیاسی است. یعنی پرسش یا جستجوی پاسخ به این پرسشه که انسان ها برای چی زندگی میکنند، که دنیای سیاسی هم یکیشه. انسان ها برای چی زندگی میکنند؟ انسان ها برای چی همدیگر میکشند؟ انسان ها این پرسش هاییست که ما هم باید بکنیم در واقع، ولی نمی کنیم. بابا من این در یک هفته گذشته اصلا حالم بد بوده، هر روز بلند میشم در این حلب یه بچه رو کشتن یا یک تعداد زیادی بچه رو کشتن و بشریت غیر از نقهای کوچیکی که در سازمان ملل میزنه هیچ غلطی نمیکنه. یعنی به یک درجه از بیمعنایی رسیده که جلوی چشمش تصاویرش هم نشون میدن. حالا اون موقع در عهد عتیق شما این دستگاه ارتباط جمعی رو نشه، مردم اصلا از همدیگه خبردار نبودن. امروزه ما میشینیم همینطور نگاه میکنیم و میبینیم که یک بابایی داره گریه میکنه رو جنازه بچهش که با بمب کشتن، ولی باز هیچ سوال پرسشی برامون مطرح نمیشه که چرا بشریت به این نقطه رسیده، به این درجه رسیده. و این اتفاقا سوالی است که ما اتفاقا با هم دوره کردیم. این سوالی است که نویسنده هایی مثل آلبرت کامو از خودشون میکنن، میگن شما باید در دنیا همبستگی و همدلی داشته باشید، یعنی کلمه سولیداریتی رو به کار میبرم. شما نمیتونید، مگه کامو اینو نمیگه؟ با چه قدرتی هم میگه؟ شما نمیتونید عدالت داشته باشید بدون اینکه شفقت داشته باشید. عدالت بدون شفقت فقط وزارت دادگستری است، به درد هیچ کسی نمیخوره. یه بوروکراسی دراز و طویل است که به درد انسان ها نمیخوره. عدالت عبارت از شفقت. وقتی که انسان ها میذارن برای اینکه به بدبختی های همدیگه فکر کنن و این بدبختی ها رو بتونن که حل کنن با همدیگه در واقع. حالا من طبیعتاً فکر نمی کنم که اپیکوریات به این درجه رسیده باشن، ولی اتفاقاً در بسیاری از مفسران اپیکور که من خوندم اونا اعتقاد دارن که یک نکات اگزیستانسیالیستی در فلسفه اپیکور هست. شاید یکی از نکات مهمش این مسئله ایست که فرد در مقابل خودش قرار میگیره و پرسش های در مورد قایت زندگی خودش میکنه، که همونطور که میدونیم اکثر فلاسفه و نویسنده های اگزیستانسیال این کارو میکنن دیگه، که ما برای چی زنده ایم، آزادی چه معنایی برامون داره، قایت زندگیمون چیه، حالا چه دینی فکر کنن چه دینی فکر نکنن، به هر حال این مسئله براشون مسئله مهم میشه. و ما اینجا دیدیم تو فلسفه اپیکوری هم اینا همش داره به نوعی مطرح میشه. حالا چرا عملگراست؟ به خاطر اینکه اراده‌گراست. یعنی شما برای اینکه بتونین توان اینو داشته باشین که با درد روح و درد جسمتون مبارزه بکنید، شما باید که اراده عبور از این درد رو داشته باشید. دقیقا مثل بیماران سرطانی که حالا ما اینجا دکترم داریم، اعتقاد دارن که بیمارهایی که میتونن با سرطان مبارزه بکنن بیشتر عمر میکنن، ولی اونهایی که نمیتونن مبارزه بکنن خودشون تسلیم سرطان میکنن، خب زودتر نابود میشن.
این اراده، این که شما باید با یک بیماری مبارزه بکنی هم مهمه، اراده این که شما باید با درد و پشت سر بذارید هم مهمه. برای اپیکوریا این موضوع موضوع بسیار مهمی است. بنابراین من فکر میکنم که عملگرایشون اینجاست، در اراده عبور از رنج و درد هستش که معنا پیدا میکنه، و شاید این در همین هنر خوب زیستن و هنر چگونه زیستن هستش که مطرح میشه. و اتفاقا حالا چون در مورد آدم نیک و آدم شجاع و آدم فرزانه صحبت کردیم، ببینید آدم نیک الزاماً آدم شجاعی نیست، آدم شجاع هم الزاماً آدم نیکی نیست، آدم شجاع و آدم نیک هم الزاماً فرزانه نیستن. درسته؟ من مثال براتون میزنم، کسی که به نبرد با شیر میره آدم شجاعی است، ولی آدم نیکی نیست، برای اینکه شیر رو میخواد بکشه. آدم نیک به نبرد شیر نمیره برای اینکه آدم نیکیست میخواد شیره رو نکشه. ولی آدم فرزانه کسیست که میاد و برنامه ریزی میکنه که اصلا چگونه بقای شیرها رو ما زیادتر کنیم در دنیایی که حالا شیرها رو میخوان از بین ببرن یا نمیخوان از بین ببرن. درسته؟ در مورد اهداف اصلا و غایتها کاملا با همدیگه متفاوتن، و اپیکور هم منظورش از فرزانگی اینیست که اون غایتیست که نه تنها از درد و رنج و اینها عبور میکنه، بلکه بر میگرده و معنای اونها رو میاد مطرح میکنه دو مرتبه. و اینکه ما اصلا زندگی بدون درد میتونیم داشته باشیم، آیا ما هنر خوشبختی یعنی در چی؟ اتفاقا من بهتون یه چی بگم، امروزه در بسیار از کشور اروپا کتابهایی که چاپ میشه، از جمله مثلا فرانسه، کتابهایی که فلاسفه مینویسن در این 15 سال اخیر 20 سال اخیر نوشتن، مقدار زیادی، تعداد زیادی از این کتاب ها درباره همین نوع فلاسفه است، و اتفاقا اپیکور یکی از فلاسفه است که بیشتر و بیشتر خونده میشه. چرا؟ برای اینکه مردم مسئله شون بحران معناست، مردم هنر زندگی کردن رو از دست دادن، مردم خسته شدن، حتی در دموکراسی های لیبرال غربی خسته شد. چرا اینقدر به بودیزم رو آوردن؟ چون میخوان که یه فلسفه‌ای بیاد بهشون بگه که چگونه زندگی بکنن. درسته؟ کافی نیست برشون این که شما یه اداره داشته باشید که خب بهتون بگه که خب من مالیات تو خودم میام تعیین میکنم، نمیدونم من ولفر تو خودم تعیین میکنم، من بهت میگم که تو مثلا رگولیشنت، قوانینت چگونه باشه، نمیدونم اساسنامت چگونه باشه. اینا کافی نیست، اون پرسش‌های اصلی پاسخ داده نمیشه. و بنابراین برای اینکه این پرسش‌ها پاسخ داده بشه، و اتفاقا شوپنهاور هم یکی از دلایلی که چون صحبت شد، یکی از دلایلی که اپیکور رو در نوشته‌هاش درباره‌اش صحبت میکنه، البته او درباره رواقیون هم صحبت میکنه، دقیقا همینه. چون شوپنهاور هم مسئله بزرگش در فلسفهش مسئله زیستنه و مسئله اینکه انسان‌ها درد دارن، رنج دارن، و انسان‌ها مایوس میشن، انسان‌ها خسته میشن در زندگی، و اینکه خب پس ما چگونه از این عبور بکنیم، از نظر اخلاقی چگونه، و از نظر هنری ما چگونه باید از این عبور بکنیم که بتونیم به یک نوع حالا بگیم خوشبختی یا فرزانگی بتونیم دست پیدا بکنیم. اونم راه حلایی که پیشنهاد میکنه همین راه حلاست، بخشش راه حلای بوداییه، بخشش هم راه حلای یونان باستانه، چون دقیقا یونانی ها برای نیچه هم همینطوره، یونانیان باستان هستن که راه حل هستن دیگه، مدرن ها خیلی برای اونها راه حل نیستن. و خب دقیقا به نظر من اینیست که ما در برخورد با مثلا مسئله مرگ، مرگ چگونه به ما امکان زندگی کردن رو میده. درسته؟ مرگ چگونه به ما امکان زندگی کردن رو میده، یعنی مرگ، اینکه ما میدونیم که ما فانی هستیم و ما میمیریم، چگونه به ما این فرزانگی، این شعور، این فهم رو میده که ما پس بهتر زندگی بکنیم، چون میدونیم که ما میمیریم. و دقیقا پرسش اینجاست، و به نظر من کار فلسفه اتفاقا همینه، کار فلسفه این نیست که
فقط این نیستش که آدم ها بیان با همدیگه بشینن صحبت کنن، بلکه بیان طرح پرسش هایی بکنن که این طرح پرسش ها به بیمعناییشون خاتمه بده و به معنای زندگیشون بیافزاید. یعنی یک هدفی رو براشون تعیین بکنه، روشن بکنه که برای چی دارن زندگی میکنن، که این زندگی کردن خب طبیعتاً در رابطه قدرت نیست، این زندگی کردن فقط در رابطه اقتصادی نیست، چون همه اینا به هر حال چیزای گذراست، ولی در یه اموری هستش که اینکه ما انسان‌ها برای چی در کنار هم قرار می‌گیریم و چگونه می‌تونیم با هم همدلی داشته باشیم و چگونه می‌تونیم ما زندگی رو زیباتر و بهتر بکنیم و بهش معنای بیشتر بدیم. مرسی.